کاظم آخوندی که از 30 سال پیش ضدیتش رو با حق انتخاب آزادانه مردم ایران به اثبات سوده، در صدده که پرده دیگه از سریال نمایش‌های مضحک انتخابات خودش رو به اجرا در بیاره. 4 سال پیش در نمایشی که جهان به بی‌اعتباری اون گواهی داد و مهرهای رژیم گوشه ای از تقلبات گسترده در اون رو در جنگ و دعوای باندی افشا کردند، پاسدار احمدی نژاد از صندوق انتخابات ریاست جمهوری آخوندها بیرون کشیده شد. این نمایش اونچنان با تحریم یک پارچه مردم ایران روبرو شد که برای اولین بار در تاریخ انتخابات رژیم، انتخابات به دور دوم کشیده شد. روی کار آوردن پاسدار احمدی نژاد به اون شکل مفتضح، آغاز یک دوران جدید در رویارویی مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بود. اما چرا خامنه ای چنین سیاستی رو در پیش گرفت؟ چرا ناگزیر به حذف و جراحی دردناک نه تنها دو جناح اصلی دیگه رژیم، بلکه حتی کنار گذاشتن نزدیکترین لایه های باند خودش شد؟ از سال 82 به بعد شرایط جدید منطقه‌ای و آرایش جدید قوا پس از حمله آمریکا به عراق، رژیم را در آستانه یک تعیین تکلیف قرار داده بود. رژیم یا باید از صدور بنیادگرایی و مداخله در عراق دست برمی‌داشت و برای انطباق با آرایش جدید منطقه جام‌های زهر را یکی پس از دیگری سر می‌کشید، یا باید مسیر گذشته را با صدور بنیادگرایی، دخالت بیشتر در عراق، سنگ‌اندازی در روند صلح خاورمیانه و تلاش برای تولید سلاح اتمی ادامه می‌داد و در داخل کشور به انقباض و سرکوبی بیشتر و جراحی در درون رژیم متمایل می‌شد. بر سر این دوراهی محتوم و ناگزیر بود که ولی فقیه ارتجا با جراحی و حذف رفسنجانی و باند خاتمی و با گماردن احمدی نژاد در رأس قوه مجریه راه انقباض بیش از پیش حاکمیت آخوندی را در پیش گرفت. روی کار آوردن پاسدار احمدی نژاد در انتخاباتی صورت گرفت که مردم ایران به شکلی گسترده و قاطعانه آن را تحریم کردند. خامنه ای تنها با پذیرش منتهای رسوایی و با سونامی تقلب و رأی‌سازی توانست پاسدار احمدی نژاد را بر سایر باندهای رژیم تحمیل کند. به این ترتیب بود که ولی فقیه ارتجا پاسدار احمدی نژاد رو از صندوق مارگیری انتخابات رژیم بیرون کشید. اما این اقدام پیامدهای اجتناب ناپذیر خودش رو برای حکومت آخوندی به همراه داشت. یکی از اونها فرو ریختن ادعا و توهمی بود که رژیم آخوندی به مدت 26 سال با دامن زدن به اون برای خودش فرجه بقا می‌خرید. این دعوا همون کشمکش بر سر تحول پذیری و اصلاح رژیم آخوندی از درون بود. اصلاح از درون پیوسته توجیهگر سازش با این رژیم در سطوح داخلی و بین‌المللی بوده. پراکنده کردن این توهم که سابقه اون به دوران خمینی برمیگرده، با ریاست 8 ساله رفسنجانی و دعاوی میان رو شدن رژیم بالا گرفت و در دوره 8 ساله خاتمی و دعاوی کاذب اصلاحات در پروژه ارتجایی و استعماری به اوج خودش رسید.